لابد میشه خودتون فکر کردین که اون فرهاد دمافندی قاتل یدی، اینم من که لابد بیزارم ازش. پس کم نمیذارم برای زمین زدنش که کمم نذاشتم. ولی نه به خاطر یدی، که یدی از اولش یه حباب بود آخرش هم ترکید. همش به خاطر صمد بود که تمام این سالا هنوز هرچی تو این دنیا از چشم اون میبینم، حتی همین فرهاد دمافندی رو. این موضوع قابل بحثه. فکر میکنی اگه صمد زنده بود چی فکر میکرد در مورد این فرهاد دمافندی؟ ممکن بود مثل هم فکر نکنن، ولی حتما رفیق میشدن. عزیزم گفتنش، جانم شنفتنش. پس پاشو کمربند تو صف کن، چون اگه یه لحظه وابدی کار تمومه. باید بدونی که وقتی این قلمو دستت میگیری باید بتونی تاوانشم پس بدی. اگه مجوز اجرای نمایش تازه‌تو نمیدن، اگه زهر تعطیل شدن نشریه به جونته، اگه یه بیشرفی اومده نامزدتو غر زده، پاشو بجنگ، مشت بکوب، تقلا کن، بلکه بتونی حقتو بگیری. فرهاد رفیق، تو که از من هپروتی تری. وقتی عشق تو اونطوری از چنگت در آوردن، شوهرش دادن، بعد مثل دستمال مچاله انداختنش بیرون، مگه تو تونستی کاری بکنی که من بتونم بکنم؟ مگه یه مرد چند بار میتونه ببازه؟ اول به کودتا چیا، بعد به سانسور چیا، حالا هم که به پاگون چیا. رفیق، تو الان داری به خودت میبازی. از تاریخ نویسای ما که بخاری بلند نمیشه. ممکنه هنر ادبیات بتونه تصویر واقعی تری از نسل ما به نسل های آینده منتقل کنه. بعد این تصویر واقعی به چه دردشون میخوره؟ ممکنه اونا دیگه اشتباهات ما رو تکرار نکنن. ممکنه.